وقتی که زهر بر جگرت چنگ می کشید، جز یا حسین ناله دیگر نداشتی. خط می گرفته اند برایت کبوتران، لبخند می زدند و تو باور نداشتی. تو تشنه کام و آب زمین ریخت قاتلت، چشمت به آب بود و از آن بر نداشتی. کف می زدن دور و برت تا که جان دهی، کف می زدن دو تا به پیکر نداشتی. کف می زدن دو لیکن به روی دست، دست زتن جدای برادر نداشتی. شکر خدا که پیروهنی بود بر تنت، یا زیر نیزه ها تن بی سر نداشتی. شکر خدا که لحظه از گوش رفتنت خواهر نداشتی، غم معجر نداشتی. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه، شهادت مظلومانه نهمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت جواد الائمه علیه السلام رو خدمت شما تعزیت عرض میکنم. به کربلا خوش اومدید، به هشتگ سوژه خوش اومدید. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه. 111مین قسمت برنامه هشتگ سوژه رو در جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام از استودیو بین الحرمین به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما بیننده های محترم میکنیم. روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام هست و برنامه‌مون متبرک شد به تصاویر زنده از کاظمین، از حرم مطهر حضرت جواد الائمه علیه السلام و آقا موسی بن جعفر علیه السلام. انشاءالله به زودی مشرف بشید عتبات عالیات و کربلا، انشاءالله زائر سید الشهدا علیه السلام باشید. در برنامه امروز در مورد یکی از فرازهای مهم زندگانی حضرت جواد الائمه علیه السلام با شما بیننده های محترم گفتگو میکنم. در زمانی که حضرت جواد الائمه علیه السلام در اوج خفقان دولت عباسی بودند و پس از به شهادت رسوندن حضرت علی ابن مسر رضا علیه السلام، در صدد این بودند که رضایت مردم رو جلب کنند و پیشنهادهایی که به جواد الائمه میدادند و از اون طرف حضرت رو دعوت کردند به بغداد و وقایعی که پیش اومد. و لذا امروز در مورد این موضوع میخوایم با شما صحبت کنیم و نظر شما رو میپرسم که علت حراس حکومت‌های دیکتاتور طول تاریخ از جوانان آگاه و پرهیزکار چیست؟ از طریق شماره تماس برنامه هشتگ سوژه از همین الان تلفن ها باز هست، میتونید تماس بگیرید هر جای این کره خاکی که هستید. با شماره برنامه هشتگ سوژه روی تلویزیونتون اگر کارگردان نشون بدن شماره رو، 2-0-964-770-309-6135 از طریق تلفن و واتساب میتونید تماس بگیرید. بیننده هایی که در کشور ایران هستن اضافه بر شماره تماسی که عرض کردم، از طریق سامانه پیام کوتاه هم میتونن اسمس ارسال کنن به شماره 5011-4070 ات سوژه، شناسه ما در اینستاگرام هست. میدونید بیننده های محترم در تمام
فضاهای ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی برنامه هشتگ سوژه حضور فعال داره. همه جا میتونید ما رو دنبال کنید و پیگیر برنامه هشتگ سوژه باشید. همین الان بیننده‌های محترمی هستند که از طریق ماهواره دسترسی ندارن برنامه رو ببینن، از طریق‌های مختلف دیگری از هر راهی که شما براتون ساده‌تر باشه میتونید ببینید. لایو یوتیوب، لایو فیسبوک، لایو توییتر و همچنین لینک مستقیم موبایل و اپلیکیشن شبکه جهانی امام حسین علیه السلام غیر از ماهواره و فرکانس ماهواره حدود 5 یا 6 راه دیگر هست که شما میتونید بسیار ساده و آسان فقط با داشتن اینترنت برنامه هشتگ سوژه و شبکه جهانی امام حسین علیه السلام را مشاهده کنید. در مورد موضوع امروز، همیشه در طول تاریخ جوانانی بوده اند که حکومت‌های دیکتاتور از آگاهی و پرهیزکاری آنان ترس و بیم داشتند. جوانانی مثل اصحاب کهف که در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام از آنها به عنوان جوانمردانی یاد شده که نور آگاهی و ایمان به خدای متعال آنها را به اسطوره مبارزه با دیکتاتوری زمان خود تبدیل کرد. میتونید به آیات 9 الی 26 سوره مبارکه کهف مراجعه کنید و تفسیر این مطلب رو ببینید. ادامه مطلب رو بین تماس ها خدمتتون عرض میکنم. آقای محمد رسول از مشهد مقدس با ما هستن. سلام میکنم خدمت شما. سلام میکنم خدمت شما. شهادت حضرت جواد العلمه رو تعزیت عرض میکنم خدمتتون. وقتتون بخیر. خواهش میکنم آقای محمد رسول صدای تلویزیون رو کم کنید و صدای بنده رو از گوشی همراه خودتون بشنوید که این تکرار صدا برطرف بشه. بله بفرمایید، نظرتون رو میشنویم در مورد اینکه علت هراس حکومت‌های دیکتاتور در طول تاریخ از جوانان آگاه و پرهیزکار چیه به نظر شما؟ بله، من سلام علیکم و بندم تصدیه درد میکنم. علت اینکه حکومت های دیکتاتوری مستبدین از جوان ها وحشت دارن، چه جوان های مال آگاه فرمودن شما و یا مطلقا نیروی جوان جامعه، ارز کنم که از جوان از سنی عددی منظور شما هستش که بین نوجوانی و میان سالی هستش، نه علا صفات جوانی که ممکنه در غیر این سنین هم باشه، نیروی جوان جامعه 3 صفت مثبت داره، 3 صفت منفی، به خصوص در سنین پایین جوانی، و اینها سبب میشه که عرض کنم که دیکتاتورها و مستبدین که میخوان بدون رضایت مردم بر مردم حکومت بکنن از این نیروی متراکم وحشت داشته باشن و هم برنامه بریزن، توطئه میکنن برای که انرژی نیرو رو و جوان رو و ذهن جوان رو در خدمت و در کنترل خودشون در بیارن. مصلحین جامعه هم این چنین هستن، مخاطبشون جوان ها هستش، باشودن انبیا، تعالیم انبیا عمدتاً اینها مخاطبش جوان ها هستن، هایی که از غیر جوان بسیاری از دستورات بر نمیه. عرض کنم که اونها هم همچنین برنامه ریزی دارن برای اینکه نیروی جوان رو و مرز کنن جذب بکنن در جهت هدایت و در جهت استقامت. عرض کنم اون سه وجه که عرض کردم، قدرت، نشاط و تحرک، سن بیدیم مصفر درون رفتش. بله. نیروی متمرکزی هستش که ممکن هر لحظه آزاد بشه. ما در جنبش های اخیر از انقلاب مشروطه، انقلاب ارز کنم اسلامی، جنبش نفت، جنبش سبز، تمام اینها حول محور عملیاتی نیروهای جوان جامعه بوده و ارز کنم که نشاط و تحرکی در جوان هستش و صدر که منفی هم داره. جوان یکی دانشی کمه، به خصوص در سنین پایین جوانی، یکی دانشی کمه، یکی احساس شدید داره که عقل خامه، یعنی تجربه کم. فلزا هستش که دیکتاتورها
اینها برنامه ریزی میکنن، توطئه میکنن برای که جوانها را با عرض کنم که سوء استفاده از این سه وجه منفی در کنترل خودشون در بیارن و اون سه وجه مثبت را به کار بگیرن، یعنی قدرت و نشاط و تحرک را به کار بگیرن در راه های باطل و در واقع علیه ملت ها. رهبران الهی تلاش میکنن به کار بگیرن در جهت حق، احسنت. در جهت هدایت ملت ها و رشد ملت ها. ما عرض کنم شاهد هستیم در حکومت های منطقه، به خصوص که منطقه استبداددره هستش، کشورهای اسلامی، جوامع اسلامی استبداددره هستند. کشورهایی که در... نام اسلامی رو یدک میکشن، مثل بحرین، مثل سعودیه. بله، یده حکومت هایی که اسم اسلام رو یدک میکشن، ولی حکومت عمری هستن در واقع. و همچنین عرض کنم که جوامعی که جوامع اسلامی هستن، ولی خب اینا رشد نیافتن و اونطوری که باید اسلامی، در واقع اونطور که باید به اون مفهوم محمدی و علویش نیستن. غالبا در حال جوامع در حال رشدن دیگه، جامعه در حال رشد. و حکومت های استبدادی از ویژگی های جوامع در حال رشد هستش که حکومت استبداد و دیکتاتور رو میپذیره، حالا روی جهل یا روی مطامع دنیاوی که دارن، مردم همه جور هستن. ولی عمدتا عرض کنم که چون حکومت استبدادی و دیکتاتوری علیه حقوق و منافع دنیایی مردم هم هست، عمدتا مردم زیر بار حکومت استبداد نمیرن، مگر اینکه حکومت هایی که به اصطلاح قرآن فرمیزه میکنن، یعنی توطئه میکنن، دروغ میگن، عوام فریبی میکنن، حقه بازی میکنن. عرض کنم که مثلا فرض فرمایید که ما داریم که هیئت های جعلی درست میکنن. هیئت ها و مساجد از قانون هایی هستش که جوانان، به خصوص اونهایی که مذهبی هن، اونهایی که دغدغه دین دارن، در این مراکز تجمع میکنن و از مهمترین مراکزی هستش که نیروی جوان رو فعالیت میده و عملیاتی میکنه در جامعه. این مراکز رو میان مثلا هیئت های جعلی درست میکنن، مدارس‌سلاطین درست میکنن، گوهارسلاطین درست میکنن، شهرداری ها یاد به مسجد پول میده، شهرداری ها یاد به هیئت پول میده، پولای حرام که بله در مردم گرفتن. جزئیاتش تو جوامع بله. مختلف متفاوته، نمیشه متفاوته در ایران هم هست. بله. عرض کردم جزئیاتش در جوامع مختلف متفاوته، نمیشه اینطور بیان کرد. نمونه‌هاش در بعضی از مواردش عرض کردن که مثلا هیئتی که به پول حرام آلوده بشه، این هیئت نمیتوانه در جهت معاصر اهل بیت حرکت بکنه. و اسم امام حسین که میذاره، این اسم مثل قرآن تعمیره کردنه. هیئتی که از شهرداری پول بگیره، هیئتی که عرض کنم که افرادی که معلوم الحال هستن میان اونجا و میدانیم افراد ریاض هستن در عرض کنم که ایران، اینا که وابستگی داره، اینا این حیات ها در مصادیقش متفاوته. جناب آقای محمد رسول تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و جواب برنامه رو دادید و تماس گرفتید و همراهی کردید. کربلا نایب و زیاره شما هستیم، خدا نگهدار شما. نایب و زیارتون هستیم، خدا نگهدار شما. سلام میکنم به آقای مسعود از بوشهر. سلام بر شما، تعزیت عرض میکنم شهادت جواد الائمه علیه السلام رو. سلام علیکم. سلام بر شما، وقتتون بخیر. نظرتون رو میشنویم آقای محمد رسول. چرا حکومت های دیکتاتور هراس دارن از آگاهی جوانان؟ الو، سلام علیکم. اتاق فرمان ظاهرا ایشون صدای من رو ندارن، اگر مشکل اتصال برطرف بشه مجددا وصل بکنید. صدای من رو دارید آقای مسعود؟ بله. الو، صدای من رو دارید؟ سلام میکنم خدمت شما. سلام علیکم. وقتتون بخیر، نظرتون رو میشنویم آقای مسعود. من صدای حاج آقا رو ندارم. اتاق فرمان این مشکل صوتی رو برطرف کنید و مجددا. بله، قبل از تماس بیننده قبلی
در مورد نمونه هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده که حکومت های دیکتاتور از جوان های آگاه و پرهیزکار هراس داشتند، نمونه ای از اصحاب کهف رو ذکر کردم که در قرآن و روایات هم اشاره شده. نمونه دیگر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست که بنا به فرموده قرآن کریم زمانی که به دوران اوج جوانی و قدرت رسید، در برابر ظلم کارگزاران فرعون قیام کرد و شروع کرد به صحبت کردن و آگاه کردن مردم و از ظلم آنها به پیرمردی در شهر جلوگیری کرد و از آن شهر گریخت، چرا که فرعون دستور دستگیری ایشون رو داده بود. آیات ابتدایی سوره قصص و آیات 14 و 15 سوره مبارکه قصص رو میتونید مطالعه کنید و جریان ایستادگی حضرت فرعون در مقابل حضرت موسی، ببخشید، ایستادگی حضرت موسی رو در مقابل ظلم و جنایات دیکتاتوری وقت، فرعون وقت میتونید مطالعه کنید. بله، نمونه دیگرش حضرت ابراهیم هست که روشنگری های ایشون در سوره انعام آیات 76 تا 83 و سوره انبیا آیات 51 تا 69 میتونید مطالعه کنید. سلام میکنم خدمت آقای مسعود از بوشهر. سلام علیکم آقا. سلام بر شما، وقتتون بخیر. با عرض تسلیت به خاطر سالوز سعادت امام جواد العمه، سلام نظر آمه. من صدا منو داری؟ صدا منو داری نظرتون رو؟ صدا منو داری؟ بله بفرمایید، نظرتون رو میشنویم. یه آدمی که وقتی به سن بالا میرسه به نظر شخصی من و ذات من با او اعتقادات و باورهای زندگی میکنه، یعنی عمر زندگی کرده مثلا که رسیده به او سن، که هدفش بوده از او باورها، از او درکا، چه خوب چه بد دیگه کرده، ولی که در سن نوجوانی جوانی او اعتقاداتش رو ساخت، آدمی که اعتقاد قویه نمیشه روبرو شد به راحتی که بخوای او اعتقاداتش رو، اما از یه جوان چرا ترس دارن؟ چون باید اگه جوانی که با اعتقادات خوب از روز اول بخواد بخواد یا و تا آخر بله، تشکر میکنم آقای مسعود از تماستون و همراهیتون با برنامه. نایب و زیارتون هستیم در کربلا، خدا نگهدار شما. ممنون. بله بیننده های محترم، نظرهای مختلف رو میشنوید. اگر میخواید جوابی بدید به صحبت های بیننده های محترم، میتونید همین الان دست به موبایل بشید و تماس بگیرید و جواب بدید. سلام میکنم به آقای محمد از کردستان. بله. سلام بر شما، وقتتون بخیر. تعزیت عرض میکنم شهادت جواد العمه علیه السلام رو خدمت شما. سلام خدمت من به شما و همکاراتون. متشکرم. نظرتون رو میشنویم. چرا حکومت های دیکتاتور در طول تاریخ هراس دارن از جوان های آگاه و پرهیزکار؟ ما جوانان آخرش گفتن که ما جوانان ایران نگفتن که ما کشوری هستیم 2000 ساله. ما تحصیل هیچ حکومت نمیشیم. حتی با شما اعتماد به خدا داریم. کسی که اعتماد به خدا داشته باشه قوی ترین سلاح ها در مقابلش هیچه. پس اعتماد به خدا به ما قدرت میده که در مقابله همه جور سلاح مقابله میکنیم. علت این ترس و هراس حکومت های دیکتاتور رو چی میدونید از جوان ها؟ درسته که ما ایران کشوری هستیم که چند سال از کشورها دیگه عقب‌ترین، ولی خب جوانای ما دل جرأت بیشتری از اینا دارن. حتی اگه قوی تن سلاح هاشتم فرق ما بکشن، ما با دست خالی میریم جلو و اونا پیروز میشیم و هیچ حکومتی تا حالا نتونسته به ما زور بگه.
حتی ستان که با هم قدرت که چند کشور پشت سرش بود نتونست ایران ستونه. آمریکا که هیچه، هیچ قدرت در ما نمیتونه مسلط بشه. تشکر میکنم آقای محمد که از کردستان با ما بودن و نظرتون رو بیان کردن. ما یه وزیاره شما هستیم در کربلا. از همکارتون تشکر میکنم. خدا باشید. خدا نگهدار شما. بله بیننده های محترم، ادامه چند نمونه‌ای که عرض میکردم از جوانهایی که در طول تاریخ حکومت‌های دیکتاتور از اونها هراس داشتن و به روش‌های مختلف با اونها مقابله کردن. اصحاب کهف رو عرض کردم و حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو عرض کردم خدمتتون، همچنین حضرت ابراهیم و آیاتش رو عرض کردم که میتونید در تفسیر مطالعه کنید. ادامه مطلب رو بین تماس ها. سلام میکنم به سرکار خانم مریم از استان فارس. ممنون، سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم، وقتتون بخیر. تعزیت عرض میکنم شهادت جواد الائمه علیه السلام رو خدمت شما، نظرتون رو میشنویم. خواهش میکنم، سلامت باشید. همچنین ممنون از برنامه خودتون. خواهش میکنم، لطف دارید. من مشتاقانه دنبال میکنم. دور خدا نائب دیاری دخترم باشه. خودم اومدن کربلا، دخترم نمیده، خیلی دلش میخواد بیاد. انشاءالله برای کربلا رفته و کربلا نرفته انشاءالله دعا میکنیم. حرم سعید و شهدا انشاءالله، خودم شخصا امشب انشاءالله دعاگوتون هستم. مرسی، زحمت کشیدین، لطف دارین، زنده باشین، خیلی برنامه خوبی هست. لطف دارید شما بزرگوارید. نظرتون رو بفرمایید در مورد اینکه چرا حکومت‌های دیکتاتور از آگاهی و تدین و ایمان جوان‌ها هراس دارن. خب اینا می‌بینن جوانای ما، مذهبی ما زیر بار نمیرن. به خاطر این از هر راهی وارد که اینا رو یه جوری به راه بد بکشونن، فاسد بشن، نظر اینا تحمیل کنن. من خودم 5 تا فرزند دارم، خدا رو شکر نداشتم تا به حال اینطور بشه، الهی شکر. ولی خب میدونم اینا منظورشون اینه که جوانای ما به راه بس، به راه غربی ها برن، به راه اونایی که اصلا اعتقاد به خدا پیغمبر ندارن برن. چه خطری داره برای حکومت ها این ایمان و اعتقاد جوان ها؟ خب اگه ما پسر جوانامون که پسر به دختر از این راه بره، مطمئنن دیکتره همه ثابت شده است که رژیم اسلامی ما میشه مثل همونا. باید سعی کنیم که دیگه اسلام به این راه نره، جوانا نتونه یه جوری به یه راهی بکشونن که روش و غلبه پیدا کنن. اینا شیطان هستن، تو وجود بچه های ما میرن، میخوان که به هر راهی خودشون میرن که فاسده اینا رو بکشن. به این خاطر خطر خیلی بزرگی اگه بچه های ما، اگه ما خودمون تسلیم بشیم. بله تشکر میکنم سرکار خانم مریم از تماستون و همراهیتون با برنامه. نائب وزیاره شما هستیم در کربلا. موفق، ممنون، لطف کردین، خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. بله نمونه های مختلفی هست بیننده های محترم در طول تاریخ که حکومت های مختلف دیکتاتوری از آگاهی و پرهیزکاری جوان ها هراس داشتن و یا اونها رو زندان انداختند یا اعدام کردند یا به قتل رسوندن، به شهادت رسوندن، کشتن جوانها رو، یا اینکه تبعید کردن جوانها رو، یا خود جوانها ترک کردن مملکت خودشون رو. نمونه های مختلفی مثل اصحاب کهف، مثل حضرت موسی، حضرت ابراهیم، روشنگری هایی که انجام می دادن و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله که با بت‌پرستان و مشرکین قریش اون وقتی که آگاهی میدادن مردم رو نسبت به یکتاپرستی چطور با رسول خدا مبارزه کردن. نمونه های زیادی هست در دوران اهل بیت هم همینطوره تا زمان حضرت جواد الائمه علیه السلام که امروز روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام هست که اون حضرت در طول زندگی پربار اما کوتاه خیش همیشه ارتباط خودشون رو با مردم حتی در سخت ترین شرایط حفظ کردند و سعی کردند با بذل و بخشش و رعایت حال فقرا و مساکین کاری کنند که اونها
اعتقادشون و اعتمادشون به اهل بیت علیهم السلام رو از دست ندن و ارتباط داشته باشن به حضرت جواد الائمه علیه السلام. یک نکته ای رو عرض کنم در مورد حراس حکومت‌ها و دیکتاتورها که موضوع برنامه ما هست، در خاطرات اعتماد السلطنه اومده که روزی به مناسبتی برای ناصرالدین شاه تعریف می‌کرد. در زمان قاجار، ناصرالدین شاه قاجار اعتماد السلطنه براش تعریف می‌کرد که در عهد فتح علی شاه ناپلئون نامه‌هایی برای دربار ایران فرستاد، اما در کل تهران شخصی که بتواند به زبان فرانسه صحبت کند پیدا نکردند که بتونه اون نامه ها رو بخونه برای فتح علی شاه. به همین خاطر نامه ها رو و پاکت ها رو همونطور سربسته پس فرستادن به فرانسه. سپس با افتخار اضافه میکنه که اما اکنون در عهد ناصری 4,000 تا 5,000 نفر در پایتخت زبان فرانسه را میدانند. اما ناصرالدین شاه بیان که از این پیشرفت ابراز خرسندی کند به اعتماد السلطنه گفت آن زمان بهتر از حالا بود، چرا که مردم هنوز این گونه چشم و گوششان باز نشده بود. این یک روش و رویه هر دیکتاتوری هست در طول تاریخ، بسیار میتونیم ببینیم این مطلب رو. این ماجرا که خوندم براتون در خاطرات اعتماد السلطنه اومده و ذکر شده، حکایت از یک واقعیت انکار ناشدنی در جوامع خودکامه و دیکتاتور دارد. این که همواره آگاهی توده مردم در تقابل با جریان خودکامگی سیاسی قرار دارد. با وجود اینکه از طریق روزنامه ها مردم آگاه میشن، از طریق راه های مختلف، سایت ها و حالا حکومت هایی که نمیتونن بر بتابند آگاهی مردم رو، و همون حرفی که ناصرالدین شاه قاجار زده بود که اون زمان که مردم بلد نبودند و آگاه نبودند و متوجه نبودند بهتر از حالا بود و بذارید چشم و گوش مردم بسته باشه، خیلی از حکومت‌ها تا الان هم همینطور هستن. برای اینکه چشم و گوش ملتشون بسته باشه موج فیلترینگ راه میندازن و حتی از روزنامه‌های آزاد و مستقل جلوگیری می‌کنن، از خبرنگارهای مستقل فعالیتشون رو جلوگیری می‌کنن، فرکانس ماهواره‌ها رو پارازیت می‌اندازن، فیلتر می‌کنن، از فیلترینگ استفاده می‌کنن، یوتیوب و دیگر فضاهای اجتماعی رو کاری می‌کنن که در دسترس مردم نباشه. نمونش جلوی چشممونه. بهره این رو ببینید چه میکنه این حکومت دیکتاتوری به اسم اسلام با ملتش. چقدر از جوانان بحرینی در زندان هستند به جرم این که این جوانها آگاه هستند، این جوانها پرهیزکار و خداترس هستند و زیر بار ظلم نمیرن. سلام میکنم به سرکار خانم لیلا از آلمان. سلام علیکم. من سلام میکنم خدمت شما و همچنین خدمت ارباب خودم. متشکرم. سلام، انشالله که شما اونجا نایب زیاره ما هستید. نایب و زیارتون هستیم. تعزیت عرض میکنم شهادت جواد الائمه علیه السلام رو خدمت شما. نظرتون رو میشنویم. زنده باشید. ممنون. میخواستم در مورد این برنامه و این موضوع صحبت کنم. میخواستم بگم خب اقتضای سن جوانان یه جسارت و یک پختگی خاصی رو دارن. جوانان تو اقتضای سنشون هست که یه جور نترس بودن در وجودشون هست. یعنی بله. مثل افرادی که یه سنی ازشون گذشته در حال یه جورایی ملاحظه میکنن یا یه موارد خاص رو در نظر دارن، طبق تجربیاتی به دست بردن. ولی خب جوان ها چون که به قول گفتن میگن خامن، ولی همین خام بودنشون بعضی مواقع خیلی هم به دردشون میخوره هم میتونه که خیلی مفید باشه. البته صحبت ما در مورد جوانهای خام نیست، جوانهای آگاه، جوانهای پرهیزکار که طبق فرمایش شما جسارت هم دارن و در راه آگاه سازی مردم و دیگر شهروندهای جامعه تلاش میکنن. به نظر شما چرا حکومت ها از چنین جوانهایی میترسن؟
خب ببینید، من مثلا همین بود که میگن که خیلی وقتی یه جوونی کار با جسارت انجام میده، معمولا میگن که این خامه، از روی خامی داره این کار انجام میده، ولی خب این نشانه جسارت و شاید تیزهوشی اون جوون باشه که داره اون کار خاص رو انجام میده. چون معمولا جوامع خب نرمال اینه که وقتی که یه حالت قفلت باشن عادت میکنن به اون حالت، و اگه یک نفر بیاد یه مطلب تازه رو بگه، چون تازگی داره مطلب، بیاد جذابیت نداره یا شاید زیاد طرفدار پیدا نکنه. حالا اون جوون اگر واقعا فعال باشه میتونه خیلی بهتر مطلب خودشون رو به صورت خیلی هوشیارانه جا بندازه. خب اگر مردم واقعا اون مطلب بپذیرن اون مطلب رو، خب این از خیلی مخالفای سرسخت پیدا میکنه با اون حکومت. درسته؟ احسنتم. این باعث میشه که خب به هر حال جلوشون رو بگیرن دیگه. حالا هر یک نفر جوان هوشیار برابره با یک جامعه نادان. احسنتم. ببخشید که اینطور میگم، یک نفر میتونه یه جامعه رو بلند کنه، حالا چند تا بشن خب مشخصا این مسئله خب خیلی بحران میشه واسه سلطنت. بله همینطوره. تشکر میکنم سرکار خانم لیلا که از کشور آلمان با ما هستید و نایب و زیارتون هستیم کربلا. انشاءالله به زودی مشرف بشید زیارت سعید و شهده علیه السلام. خدا نگهدار. زنده باشید. متشکرم. با دعای شما انشاءالله. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. بله بیننده های محترم، در مورد جوانهای بحرین صحبت میکردم، یا جوانهای افغانستان که اخیراً در این مدت اخیر دو برنامه یا سه برنامه ما خاص کشور افغانستان داشتیم و ظلمهایی که داره در این کشور به جوانهای افغانستانی میشه و مردم و شهروندان شیعه افغانستانی، یا جوانان پاکستانی، شیعیان پاکستان در پاراچنار پاکستان، یا شیعیان عربستان در العوامیه عربستان و دیگر نقاط جهان، کشورهایی که نام اسلامی رو یدک میکشن یا کشورهایی که مسلمان نشینن، کشورهای اسلامی نیستن. در سال گذشته میلادی، یعنی سال 2016، آمار رسمی که منتشر شده، دست کم 1634 نفر در کشورهای مختلف از جوانان شیعه اعدام شدند. اکثر این جوانهایی که در سال گذشته اعدام شدند، جرمشون رو نوشتند، جرمشون انتقاد به حکومت‌ها بوده، مثل همین کشور بحرینی که مقابل چشممونه و داریم میبینیم هر روز در اخبار شیعه ویوز، هم در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام میبینید که اخبار لحظه به لحظه بحرین، اخبار عربستان، اخبار پاراچنار، اخباری که کمتر در دیگر رسانه ها شاید شما ببینید و بشنوید و سانسور میشه معمولا، در اخبار شیعه ویوز میبینید هر روز چه میکنن با این جوانها، با این جوانهای شیعه ای که جرمشون فقط و فقط انتقاد به سیاستهای حکومته. چقدر جوانها رو زندان میکنن، چقدر جوانها رو بدون اثبات هیچ جرمی اعدام میکنن. لذا همیشه در طول تاریخ اینطور بوده که حکومتهای دیکتاتور از آگاهی جوانها ترس و هراس داشتند. مخالفت با سران یک حکومت و اختلاف نظرها در یک دولت یک مسئله طبیعیه و هیچ حکومتی در طول تاریخ نبوده که مخالف یا معارض نداشته باشه، حتی حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله. از بزرگترین مخالفان، یا بهتر بگم منافقان زمان پیامبر، میشه به عبدالله ابن ابی اشاره کرد که به ظاهر اسلام آورده بود اما از هر فرصتی برای ضربه زدن به رسول خدا استفاده میکرد. حتی با مشرکان مکه هم ارتباط داشت و نقش بسیار مهمی در تحریک یهودیان مدینه در شکست پیمانشون با مسلمانها و رسول خدا داشت که باعث جنگهایی هم شد. اما ببینید تاریخ صحیح رسول خدا صلی الله علیه و آله رو، با اینکه رسول خدا از تمام فعالیت‌ها و ریز فعالیت‌های عبدالله ابن ابی خبر داشتن، مطلع بودن، میدونستن منافق، میدونستن با یهودی‌ها در ارتباط، میدونستن با مشرکین مکه در ارتباط، و رسول خدا در اوج قدرت لشکر اسلام
قدرت داشتند و تواناییش رو داشتند که عبدالله ابن ابی رو اعدام کنند یا حداقل زندانش کنند یا حصرش کنند، اما هیچ یک از این کارها رو رسول خدا صلی الله علیه و آله با اینکه اقدامهای جدی عبدالله ابن ابی انجام داده بود رسول خدا انجام ندادند. این معنای آزادی در اسلامه. بارها و بارها مخالفین رسول خدا و پس از شهادت رسول خدا مخالفین امیرالمؤمنین علی علیه السلام تظاهرات می‌کردند در شهر. عده‌ای حالا هرچند عده‌شون کم بود 20 نفر 30 نفر تجمع می‌کردند، تظاهرات می‌کردند و در مواردی تاریخ رو مطالعه کنید حتی ناسزا می‌گفتند به رسول خدا، ناسزا می‌گفتند به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین هیچ جا نداریم که مقابله کرده باشن، کوچکترین مقابله‌ای کرده باشن با این افراد. این معنای آزادی اسلامی هست و آزادی در اسلام که در حکومت‌های دیکتاتوری هیچ یک از این برخوردهای رسول خدا و امیرالمؤمنین رو ندیدیم و نخواهیم دید. خانم نصرت آبادی از هرمزگان با ما هستند. سلام میکنم خدمت شما. سلام، خسته نباشید. متشکرم، تعزیت عرض میکنم. شهادت جواد الائمه علیه السلام رو خدمت شما. بفرمایید نظرتون رو میشنم. ببخشید من برنامه رو درست مشاهده نکردم چون مسافرت. در مورد حکومت های دیکتاتور چرا هراس دارن از آگاهی جوان ها، ترس دارن از جوان های پرهیزکار؟ همطور که این پیام برای من اومده بود من در پیامم خدمت شما و همکاران عزیزتون عرض کردم که میشنویم بفرمایید. هر جا بله توی پیام من به شما نوشته بودم که دیکتاتورها میخوان بر مردم قدرت خودشون و زور خودشون رو تحمیل کنن و برای قدرت خودشون میجنگن، برای حاکمیت خودشون میجنگن، نه اینکه قدرتی باشه یا حکومتی باشه که مردمی برخواسته از مردم باشه. دیکتاتورها از آگاهی نسل جوان مردم بخصوص نسل جوان وحشت دارن، چرا که قدرت خودشون در خطر میفته. احسنتون، ببخشید که من تو مسیر جاده هستم. ببخشید که تشکر میکنم از تماستون و همراهیتون با برنامه و اینکه نظرتون رو بیان کردید. نایب و زیارتون هستیم در کربلا. زنده باشید. ممنونم. متشکرم. خسته نباشید. دستمون درد نکنه. متشکرم. لطف دارید. خدا نگهدار شما. بله بیننده های محترم، نمونه ای از تماس داریم. سرکار خانم محمدی از تهران با ما هستن. سلام میکنم خدمت شما. بله بله، من تهرانم، نزدیک پدری هستم، نزدیک مهرآباد فاطمه هواپیما رد میشه. صداش عذیت کرد، ببخشید. انشاءالله که صداش نمیاد. سلام میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر. تعزیت عرض میکنم شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو. سلام علیکم، ما هم تسلیت میگیم به شما مؤمنین و مؤمنات. انشاءالله اجرتون با خدا با ائمه معصومین. بفرمایید. متشکرم، نظرتون رو بفرمایید. میشنویم در مورد اینکه چرا حکومت‌های دیکتاتور در طول تاریخ همیشه هراس دارن، ترس دارن از آگاهی جوانان پرهیزکار و با ایمان. بعد از سلام به حضور همه عزیزان، همه مسلمانان کل جهان، مؤمنین و مؤمنات و عرض تسلیت، کلن جوانان مؤمن پرهیزکار از اون تا دنیا بوده، زمان مثلا فرعون، حضرت موسی بوده، پیغمبر خدا، همینجور داستان‌های قرآنی هست، همیشه حضرت مسیح، همینجور بیاییم به داستان‌های قرآنی مراجعه کنیم. و الان هم جوانهای پرهیزکار بینمون هستن که خدا این بلاهای ببخشه. خواهش میکنم. بلاهای ناگهانی رو از زمین برمیداره به خاطر این جوانهای مؤمن. واقعا الان میان ما هستن، زندگی میکنن، زندگی ساده بدون توقع و با ایمان خالص مخلصانه در راه خدا خدمت به خلق الله میکنن.
خدا انشالله حفظشون کنه که ما از روزی اونا داریم میخوریم. خداوند به حرمت این مؤمنی هستش که هستش که روزی به ما عنایت میکنه، نعمتهای فراوان، بلاهای ناگهانی، زلزله و سیل از ما دور میکنه. خدا نگهدارشون باشه. این دیکتاتورها به خاطر این نمیخوان، چون خودشون قدرت طلبن، خودشون راه کافرها رو میرن، ستمکارن، میخوان روز به روز بس ثروتشون بیفزاین، بس ظلمهاشون بیفزاین. به خاطر اون راضی نیستن که این انسانهای مؤمن بینمون باشن، اونا رو شناخت به ما بشناسونن، معرفی کنن به ما، بشناسونن که این انسانهای مثل الان داعشی ها کافر روی زمینن که دارن مسلمان ها رو اذیت میکنن. تشکر میکنم سرکار خانم محمدی از همراهیتون با برنامه. نایب و زیارتون هستیم که کربلا. زنده باشید. انشالله موفق و معید باشید. انشالله سلامت باشید. التماس دعا. السلام علیکم. ابا عبدالله الحسین. و رحمت الله و برکاته. ممنون. زیارتتون قبول باشه. انشالله به زودی مشرف بشید کربلا. خدا نگهدار شما. اگر اتاق فرمان آماده هستید پیام های بیننده های محترم رو بخونیم. بله، پیام هایی که شما بیننده های محترم به سامانه واتساپ رو بخونیم. بله، به واتساپ برنامه ارسال کردید. بیننده ای نوشتن هراس از آگاهی مردم و سرنگونی است، برای این است که نمیگذارند بیان و انتخاب آزاد باشد. بیننده دیگری نوشتن یه آدم وقتی میرسه به سن بالا تمام باورها و اعتقادهایی که دنبال روی زندگی و هدفش بوده رو از باورها و درکی که در سن نوجوانی و جوانی درک کرده و با اون اعتقاداتش رو ساخته، پس اعتقاد و باورهای همچین کسایی رو نمیشه عوض کرد. بیننده دیگری نوشتن به خاطر یه عمر زندگی با این باورها اونا هم از این جوان ترس دارن. فکر میکنم این ادامه همون پیام قبلی باشه، احتمالاً ادامه پیام قبلی هست. اونا هم از این جوان ترس دارن که با یه باور و اعتقاد خوب و پرهیزکارانه داره شروع میشه و تا آخر عمرش میشه درک و هدفش، پس اونا هم از همین جوان بیشتر ترس دارن که این پرهیزکاری و اعتقاد پرشور تا چند دهه مقابل اوناست و تازه نفس با اعتقادی که نمیخوان توی جوان شروع بشه که سن کمی داره و تا آخر عمر اون جوان جلوی هر چیزی که خلاف اونا باشه می ایسته. نکته ای رو عرض کنم خدمت بیننده های محترم، اگر در صفحه تلویزیونتون که پیام های بیننده های محترم هست غلط املایی تایپی احیانا میبینید، عیناً همون پیامی که به دست ما رسیده رو دوستان من روی تلویزیون نشون میدن و هیچ گونه دستی به پیام ها دوستان من نمیبرن، حتی اگر اشتباه و غلط املایی داشته باشه. بیننده دیگری نوشتن چون ما جوانان تا آخرین نفس در راه خدا می جنگیم، علت این است. یا حسین. بیننده دیگری به نام ابوالفضل مهری یا مهری، اگر اشتباه نخونده باشم، نوشتن سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. هراس دیکتاتورهای جهان از جوانان آگاه بالاخص در بینش اسلامی که بنیانگذار آن رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین بودند، این است که بنیان حکومت آنها را از هم میپاشد. بیننده دیگری نوشتن سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، متشکرم. چون به همچنین جوانهایی نمیتوان مصلحت شد و حکومت مسلط شد، بله، چون به همچین جوانهایی نمیتوان مسلط شد و حکومت کرد، ولی انسانها رو زمانی میشه شناخت که مسئولیتی بهشون بدن. این یک نمونه دیگه از اون نمونه هایی که عرض کردم، اگر غلط املایی داشته باشه دوستان من دستی نمیبرن به پیام ها. بله، بیننده دیگری نوشتن هراس آنها به دلیل کاخ نشینی، نداشتن تعصب نسبت به هموطن که یکی نان شب ندارد و دیگری سرویس دستشویی طلا دارد. جوانان بی‌بضاعت از جانشان برای وطن و دین می‌گذرند، مثل شهید حججی جوان، مثل شهید حججی جوان مستکبر
اسب میلیاردی و خودروی لوکس فخر میفروشد به هموطن. بیننده دیگری نوشتن: سلام، علیکم السلام. علت هراس حکومت‌های دیکتاتور از جوانان آگاه، گرایش آنها به اسلام و استبداد ستیزی جوانهای متقی و پاک نهاد جوامع مختلف در طول تاریخ است. بله، اگر فرصت دیگه بین تماس‌ها بود پیام‌های دیگر شما بیننده‌های محترم رو هم می‌خونم. سلام می‌کنم به آقای عابد از نوشهر. الو، سلام علیکم. سلام بر شما. الو، سلام علیکم. تعزیت عرض می‌کنم، شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو خدمت شما. ممنون. عرض سلام خدمت شما و همراهان محترم شبکه امام حسین. متشکرم. نظرتون رو می‌شنوم. در مورد در مورد موضوع هستی، جوان آگاه و با تقوا. بله، بفرمایید. جوان آگاه به دلیل اینکه آگاه هست میداند که در جامعه چه می‌گذرد. جوان آگاه میداند که در دستگاه دور فساد هست، بی‌عدالتی هست، باند و باندبازی هست و اصطلاحاً پارتی بازی. و از طرفی این جوان آگاه با تقوا هم هست و نمیخواهد به این گروه بپیوندد، علاوه بر جاذبه های مادی، ولی نمیخواهد به این گروه بپیوندد و به دلیل تقوایی که دارد نمیخواهد این وضع ادامه پیدا کند و خواستار نابودی فساد است. و به خاطر مقبولیتی که در نزد مردم دارد از لحاظ صدق گفتار و راستگویی میتواند خطرآفرین باشد برای دستگاه ظلم و جور. یعنی خلاصش به این صورت که جوان آگاه میداند که فساد هست و چون با تقوا هست میخواهد که نابود کند فساد رو. به همین راحتی به طبق این دو ویژگی که عرض کردم، جوان آگاه و با تقوا میتونه خطر آفرین باشه برای دستگاه های ظالم. احسنتم، تشکر میکنم آقای عابد. ممنون. میشه یک سلامی هم عرض کنم؟ خواهش میکنم، بفرمایید. کربلا هست. بهترین کار رو بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله یا سید الشهدا، السلام علیک یا ابا الفضل عباد ساقی عطاشو الکربلا، السلام علیک یا سیدی علی اکبر، السلام علیک یا سیدی قاسم بن حسن، صلوات الله علیه اجمعین. خیلی ممنون و تشکر. زیارتتون قبول باشه، انشاءالله به زودی مشرف بشید کربلا. نایب و زیاره شما هستیم انشاءالله. خدا نگهدارتون. در دوران 17 ساله امامت حضرت جواد الائمه علیه السلام که همزمان بود با پادشاهی مأمون و معتصم لعنت الله علیهما و 15 سالش در دوره مأمون بود و 2 سال آخر زندگانی و امامت جواد الائمه در دوره معتصم بود، شرایط دوران 15 ساله نخستی که در دوران مأمون بود دقیقا همون شرایط پدر بزرگوارشون حضرت امام رضا علیه السلام بود که در مقابل زیرکترین و عالمترین خلیفه عباسی یعنی مأمون لعنت الله علیه قرار داشتند. ترس از علویان و محبت اهل بیت علیهم السلام که درون دل مسلمان ها و عموم و آحاد مردم داخل می شد از یک سو، و متهم بودن مأمون در به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام بین مردم از سوی دیگر، وی را بران داشت که با تزویج دختر خودش ام الفضل لعنت الله علیها ضمن تبرئه خودش و استمرار حرکت عوام فریبانه در دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام پایه‌های حکومت خودش رو مستحکم‌تر کنه، که نامه‌های ام الفضل به پدرش حاکی از اینه که این ازدواج واقعاً هدف چه بوده و حضرت جواد الائمه علیه السلام هیچ فرزندی از ام الفضل نداشتن. و حالا اون متن نامه ها موجوده، میتونید مراجعه کنید. و شرایط سیاسی زمان حضرت جواد الائمه علیه السلام به گونه ای بود که تمام نقشه های مأمون و معتصم رو حضرت برباد میدادن با آگاه کردن مردم و شرایط کردن فراهم کردن شرایطی که تمام عموم مردم بتونن با حضرت در تماس باشن و در ارتباط باشن و فرهنگ ناب اهل بیت علیهم السلام رو این گونه منتشر می‌کردند میان مردم. کلیپی
دوستان من آماده کردند. عرض کردم که در طول تاریخ حکومت‌های دیکتاتور بر نمی‌تابند که ببینند جوان‌های آگاه و پرهیزکار در صدد این هستند که مردم رو آگاه کنند و عوام فریبی حکومت‌ها رو به مردم تذکر بدن. دولت بحرین، دولت عربستان و دولت‌های دیگری که عرض کردم نمونه‌هاش رو در طول برنامه از مصادیق این جملات و عبارات هستند. کلیپی رو آماده کردن دوستان من از شبکه جهانی مرجعیت. تشکر می‌کنم که این کلیپ رو در اختیار ما گذاشتن، از سخنان مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی. با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاکم اسلامی که هم حاکم است ظاهرا، هم حاکم است من الله سبحانه و تعالی به تعیین الله و به نص رسول الله صلی الله علیه و آله. نهی میکنه، 199 مردم چیزی نمیگن، میپذیرن، یه مجموعه نمیپذیرن. حضرت رو نبرم چکار ندارم؟ کجای دنیا در سیاست هم چیزی پیدا میکنی؟ امروز در آزادترین کشورهای جهان اینجوری که تاریخ روایات ببینید، بحار الانوار علامه مجلسی رضوان الله علیه داره، اینجور نیست. دنیایی که ادعای آزادی میکنه، قدری هم آزادی درش هست، بیان از امیرالمومنین یاد بگیرن، بیان امروز زانو بزنن، از امیرالمومنین یاد بگیرن. البته دنیا نمیدونه امیرالمومنین اینو فرمودن، اکثر مردم دنیا خبر ندارن این چیزا. این وظیفه ای ماهاست که باید به دنیا برسونیم این مطالب را. الان در دنیا اونجاهایی که اسمش آزادی هست و یک قدری آزادی هست، تظاهرات اسمش اینه که آزاد. اگر حاکم فلان کشور از کشورهای کفر که میگن آزادی درش هست یه چیزی بگه، یه عده‌ای، یه مجموعه‌ای، حتی میلیون‌ها هم که شده، اینا بخوان تظاهرات کنن، بخوان داد بزنن که ما این حرف رو نمیخواییم، این مطلب رو قبول نداریم، نمیخواییم این مطلب پیاده بشه. 5 تا 6 تا شرط الان تو دنیای آزاد هست، اجازه نمیدن کسی همچی کاری. شرط اول، باید اینایی که میخوان تظاهرات کنن، داد بزنن، یک درخواست بنویسن که ماها میخواییم یه همچی تظاهراتی بکنیم، بدن به وزارت داخلیه. البته وزارت داخلیه امضا میکنه، میگه اشکال نداره، در اون جاهایی که آزادی، اما با قید شرط. اولا باید تعیین کنن در چه مکانی میخوان تظاهرات کنن. دو، تعیین کنن در چه زمانی میخوان تظاهرات، روز، شب، صبح، عصر، چه ساعت. اگه نباشه اجازه نمیدن، تو کشورهای آزاد اجازه نمیدن. سه، تعیین کنن راجع به چه مطلبی میخوان صحبت، چی رو میخوان داد بزنن. 4، اونایی که نوشته می‌نویسن به وزارت داخلیه باید یک جهت رسمی باشه، یه جهتی باشه، یک جمعیه، یک حزب، یه جهتی که حکومت به عنوان یک جهت قبولشون داشته باشه. بعدش هم حکومت ملتزم نیست که طلب اونها را بپذیره، بلکه غالبا نمیپذیره. بیاید حرف خودتون رو بزنید، دادتون رو بزنید. با تمام این قیود و شروط اجازه میدن بیاد داد بزنید، حکومت هم گوشش بده کار. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اجازه دادن تظاهرات ضدشون بشه بدون اینکه طلبی قبلا بشه برای تظاهرات، بدون اینکه جاش تعیین شده باشه قبلا، بدون اینکه زمانش تعیین شده باشه قبلا، بدون اینکه جهت خاصی تبنی این را کرده باشه، و امیرالمؤمنین مطلبشون رو پذیرفت با اینکه نهی سابق کرده بودن. این سعادت نیست. سعادت چیه تو دنیا؟ عمده سعادت ظاهریه در دنیا اقتصاد و سیاست. عمده سعادت در اقتصاد نفی فقره. مظهر سیاست صحیح تظاهرات آزاد. شما یه دونه از کشورایی که اسمش آزادی درش هست و یه قدری آزادی هست، اما قدری که امیرالمؤمنین عملا و قولا تأسیس کردن آزادی را، نیست. امروز هم نیست. تو هیچ جای کره زمین شما پیدا نمی کنید که مثل امیرالمؤمنین، مثل حکومت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه،
اینجور اجازه به تظاهرات بدن. کجای دنیا؟ امروز هم نیست. تشکر میکنم از شبکه جهانی مرجعیت که این کلیپ رو در اختیار ما گذاشتن. تشکر میکنم از شما بیننده های محترم که همراه برنامه هشتگ سوژه بودید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار شما. یا علی مدد.